درود به ملت عزیز ایران، با درود به تمام عزیزانی که در سر تا سر دنیا، هر جای دنیا که زندگی میکنید. امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشین در هر جای دنیا که هستین. امیدوارم که زندگی به کامتون باشه. خب عزیزان، هفته دیگر اومد، ما اومدیم در خدمتتون با کارگردانی آقای یاسر عزیزم. امروز براتون از کلام خدا و از قسمت اول از تحولات ایران صحبت میکنیم، همینجوری چون برنامه ما کلگب گفتگوی خودمونیه، از هر جایی شد یه سری میزنیم، یه به قول بچه های ناخونکی میزنیم ما. به هر حال امیدوارم که سرحال باشین، امیدوارم که سربلند باشین و دلتون همیشه شاد باشه. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی خداوند. ای قدوس، ای عیسی مسیح، امروز در نام خداوندم عیسی مسیح میطلبم هر کسی که این برنامه رو گوش میده یا میبینه خداوند، هر مریضی که امروز داره خداوند با قدرت و فیض نام عیسی مسیح امروز شفای تو بریز، تا این شروعی باشه برای خداوند که فیض و محبت تو رو بشناسه و خداوند به تو ایمان بیاره. شکر گزارتم ای خداوند، برنامه منو تحت حمایت و هدایت خودت قرار بده و هرچی از زبانم بیرون بیاد ای قدوس نام تو رو جلال بده. شکرت میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان شمالی، شما چطورین؟ هوا سرده، اینجا ما دیدی یه ذره لباس ما بیشتر شد به خاطر اینکه هم بارونا شروع شده هم سرما زیاد شده، به خصوص تو وسط های آمریکا، توی شیکاگو و بالاتر نیویورک، همه اونور وسط امریکا خیلی سرد شده، یعنی یخبندان شده، از قطب شمال هم بدتر شده. امروز روز سردترین روز امروز و فردا. البته ما اینجا زیاد سرد نیست، باز 60 درجه 59 درجه ما بالای صفریم، البته نه سانتیگراد، فارنهایت مال ما به هر حال اونجوری سر نیست، ولی در کل سرما در همه جاست. توی استرالیا تابستون گرمای بیش از حد، یه جا سرده یه جا گرمه، به هر حال طبیعت نمیشه هیچ کاری کرد. بیزا ما امروز شعر ما رو بخونیم براتون اول، بعدن شروع بکنیم. این سرصدا هم همه مال رعد برقه. میگه ای مسیح جان من در دست توست، میگه ای مسیح جان من در دست توست، فکر من، افکار من با نام توست، عشق تو، مهر تو از فیض توست، معاف کردی تو گناهانم با خون تو، من پشیمانم از گناهانم، ببخش، درک نکردم فیض و مهرت را مسیح، تازه فهمیدم که هستی تو خداوندم مسیح، عشق را از تو من آموختم عیسی مسیح، بارور کردی محبت را در فکر من، تا کنم آزاد این جسمم مسیح، تو خدای پادشاهی ای مسیح، تازه فهمیدم که هستی تو خدایم ای مسیح، عشق خود ثابت نمودی از ازل تو ای مسیح، من به تو وابسته هستم ای خداوندم مسیح. امیدوارم که خوشتون بیاد در جلال از آن خداوند. ما شاعر نیستیم، ولی هرچی که خداوند به قلب ما میذاره ما میگیم. خب بریم یه ذره از ایران ببینیم چی خبره ایران. برنامه ما کلن، ما میخواییم بریم روی ماواره. لطف بکنین شما عزیزانی که میخواییم با کلام خداوند به گوش هموطنانتان در تمام دنیا برسه، خواهش میکنم که به این تلویزیون کمک کنید، به این تلویزیون کمک کنید تا ما بریم روی ماواره. و خرج ماواره هم فکر کنم هر ماه 10,000 دلار باشه. به شما این کمک های 100 دلار، 200 دلار، 1,000 دلار، 50 دلار شما میشه که بیاد به این تلویزیون کمک بشه که ما بتونیم کلام خداوند رو به همه
ایرانیا که در تمام جهان پراکنده هستن به گوش اونا برسونیم. یاسر جان فکر کنم شماره تلفنم میذاره براتون که شما به این تلفن زنگ بزنین و کمک‌های مالیتون رو به این آدرس ما بفرستین. بذارین که مردم بسیاری، ایرانیای بسیاری نجات پیدا بکنن. تیم رسیدیم به تیم ایران. تیم ایران باخت. ولی کلن مسئله ما تیمیه. ما ایرانیا معمولا در کارهای فردی خیلی مهارت داریم. در بیزنس های فردی خیلی مهارت داریم. در ورزش های فردی مهارتمون زیاده، مثل کشتی، مثل چیزهای دیگه. ولی در تیم وقتی میایم هماهنگ نیستیم با هم. کلن هماهنگ نیستیم. چه در تیم فوتبال باشه، چی اصلا ورزشی باشه، چی تیمی باشه بیزنسی باشه، چی تیمی خانوادگی باشه، چی تیمی مثل ایران باشه. دوست نداریم که تیم باشیم. ببین شما وقتی اینجا مرد کار داره میکنه میگه تیم ورک، یعنی همه با هم هستیم، تیم ورکیم. یعنی کسی مثلا نمیگه آقا فقط من کار بکنم تو کار نکن، همه تیم ورکن اینجا، یعنی با هم کار میکنن. وقتی شما با هم کار میکنین کارتون هم سبکتر میشه و کار بهتر جلو میره. معمولا اینجوریه، هر کسی که تیم ورک کار میکنه باور بکنین که بهتر میتونه زندگیشو پیش ببره، بهتر میتونه بیزنسشو پیش ببره، بهتر میتونه کشورشو پیش ببره. شما نگاه بکنین 40 ساله ما از این حکومت چیزی که ندیدیم، خیری که به ما نرسید، شادی های ما رو گرفتن. ایرانی ها همیشه شادی داشتن، جشن های شادی داشتن، گرفتن. عزای 1400 سال آوردن توی ایران، عزا آوردن. شما شادی هاشون هم عزاست، باید گریه بکنین. هر وقت میگن تولد مثلا فلان امامه، اون روز هم گریه است. تو مسجد نشستن گریه داره میکنه، عوضی که رقص و شادی و آهنگ و این چیزا باشه. و ایرانیا یا هر کسی، ما به خصوص ایرانیا میایم توی کلیسا میبینیم که مردم دارن با گیتار با موزیک خدا رو میپرستن، تعجب میکنیم. میگیم میشه ما 1400 سال اونجا تو سرمون زدیم، با گریوزاری به نزد خدا رفتیم، چجوری میشه با شادی؟ در صورتی که هیچ پدر مادری حاضر نیست بچهش با گریه بیاد پیشش. وقتی با گریه میاد پدر و مادرم دیگه غمگین میشن، چون میبینم فرزند شاد نیست. اونا میگن چی شده فرزندم؟ میخواد هر پدر مادری دوست داره که فرزندان خودشو شاد ببینه، موفق ببینه در زندگی، نه اینکه همیشه گریان و زاری و بدبختی و عزا. و میگن سگ در ایران شما اگه داشته باشین نمیتونین بیاین توی خیابونا با سگ بگردین. خب بعدن میبینیم که ایرانیا، نه بگیم کشور دیگیا، ایرانیا، بعضی ایرانیا هستن که پشتشون میمیسن من سگ علی هستم، من سگ فاطمه زهرا هستم، من نمیدونم من سگ امام رضا هستم. اگه سگ حیوان نمیتونی ببری، این سگ آزاده که با وحشیگری خودش بره توی خیابون بچه ها رو بگیره، بس این سگم نباید آزاد باشه. این سگی که میگی من انسانه ولی خودش میگی من سگم، میره که بچه های ما رو میکشه، بچه های ما رو شکنجه میکنه، بچه ها رو میزنه، شادی هاشون از بین میبره. انسان به دنیا نیومده که صبح تا شب عزا بگیره، صبح تا شب گریه بکنه. اگه شما این اروپایی ها آمریکایی ها رو نگاه بکنین، صبح که ما میشن با خوشرویی با شادی میان سر کار. وقتی میان با شادی سلام علیک نمیدونم، با خوبی و شادی صحبت میکنن.
حتی اگر گرفتاری خانوادگی داشته باشن اونو ور نمیدارن. حالا بعضی ها این کاری میکنن خیلی فرق میکنه، ولی اونو ور نمیدارن بیان سر کار با همه همکاراشو مثلا ناراحت بکنه. سعی میکنه اونجا خودش شاد نشون میده که همکاراش نفهمن، یا اگه مثلا یه دفعه همکار نزدیک داره درد دل میکنه با اون. ما 1400 ساله الان که رژیم جمهوری اسلامی، شام اینجوری بود. شام به این آخونده باها زیاد میداد، به این مذهبیون باها زیاد میداد. شاه ما مذهبی بود، شاه ما مذهب نشناخته بود، اونم خدا رو قشنگ نشناخته بود به نظر من. چون با این اسلامی ها میومد آخونده رو باها میداد، میگفت نه بایستی از اونا نمیدونم مشورت بگیرم، از اونا فلان بکنم. بابا اونا 1400 سال خودشونم در گمراهی دارن به سر میبرن. تو میخوای بری از اون آدمی که در گمراهی هست نظر بگیری؟ ما بدبختی ما اینه که تمام باور بکنین، اینو جدی میگم، باور بکنین. تنها بدبختی ما از این دینه که ما رو به عقب برده. چون دین پیشرو که نیست، دین پسروه. یا بایستی شادی نکنی تو سرت بزنی، یا نمیدونم اعدام باید بشی، یا اگه عقیدت جور دیگه باشه باید مرتد بشی، نمیدونم. همیشه دکون بازار باز کردن که بزنن تو سر مردم، تو شادی های مردم بزنن، توی گرفتاری های مردم، مردم رو گرفتار ببینن، مردم شاد نمیخوان. مثلا شما حالا ببینید توی اداره، توی مدارس بخاری که ندارن، اگر هم داشته باشن بخاری های غیر استاندارد دارن. ببین اگر عقب افتاده نباشن اینا، که البته ما 90% ایرانیا قشر باسوادن، خوبن. اون 10% که بیسواد میسی، بعضی آخونده، البته بعضی آخونده توشون خوبن، همه با اینا نیستن، ولی خود تره خوش با هم میسوزده، چون به همین دین و فالو دارن میکنن. شما نگاه بکنین همه چیشون غیر استاندارده، یعنی خودشون کاری که میکنن غیر استانداردن. در قسمت کارهایی که خودشون دارن میکنن هیچی بلند نیستن. مثلا یه نفر میاد وزیر نیرو میشه، از نیرو چیزی نمیدونه، یه چیز خیلی مختصر میدونه. مثلا برای خودشون نمیدونم مدارک دکترا میدن. آقای مثلا روحانی دکترای بقول خودش از انگلیس داره، در صورتی که دروغه. شما اگه دکترا باید بگیریم، باید برین 6 ماه حداقل تو اون کلاس بشینین. کی آقای روحانی رفته 6 ماه نشسته تو انگلیس؟ توی هیچ کس هم همکلاسی نداره از اینو بشناسه. افتخاری یه چیزای پول میدن میگیرن که اینا رو بگن دکتر. به هر حال ما بهترین چیز اینه که یک بارم شده در تمام طول زندگی ما، یک بار شده یه ذره بیایم تفتیش بکنیم خودمون. همین دینی که اینقدر ما را عقب برده، بیایم این دین رو بشناسیم حداقل. دوست نداریم که این دینی که ما را 1400 سال رو سر ما میزنه، 40 سال هم این آخونده اومدن ما را عقب بردن، حداقل اینو بشناسیم. علکی غیرتی نشیم، علکی نمیدونم رگای گردن ما نزنه بیرون کسی که از این دین صحبت میکنه. خودتون برین مطالعه بکنین، خودتون برین بخونین، کورکورانه زندگی نکنین. تا کی میخوایم کورکورانه زندگی بکنیم؟ تا کی میخوایم در این عصر حجری بمونیم؟ البته خیلی ها الان بچه ها جوون ها فهمیدن. ببین ما 50% ایرانی ها جوونن، جوون هایی که باسوادن، افکارشون بازه، دیگه این دین هم قبول ندارن. میدونم کاری اینا کردن که از خدا زده شدن اینا، چون به نام خدا، به نام دین اومدن مردم غلغم کردن. از اون رود
از پشت دزدی کردن، هی دزدی کردن، یک جنایت کردن، بعدن از ظاهری اومدن روی تلویزیون ها فلان چیکار کردن؟ دم از خدا و پیغمبر زدن. اینقدر دروغ میگن اینا، همه چیز رو وارونه میکنن ها، مردم ما رو گیج کردن. گوشت یک کیلو الان تو ایران 120,000 تومنه، 110,000 تومنه، میدونی چقدر؟ یعنی اونی که 1,000,000 حقوق داره یک کیلو گوشت بغیر ایزارو 130,000 تومن، 120,000 تومن. اونی که 4 نفر عائله داره چیکار بکنه؟ هر روز میبینی 2 میلیارد 3 میلیارد از این ور از اون ور داره میره پول ملت ایران. بیان یک بارم شده ما ایرانی ها، یک بارم شده خودمون رو تفتیش بکنیم، بیایم این دین رو بشناسیم که اینقدر ببینیم چرا ما هی عقب رفته، چرا همه مردم دنیا، ایران که تروریست نیست که، دولت ایران تروریست ها رو کمک داره میکنه، ملت ایران داره ضربه میخوره. مثلا همین ونزوئلا، این همه دارن صحبت میکنه از ونزوئلا، ببینید ونزوئلا دیگه نمیان مثلا برن مثل ما مثل اپوزیسیون اینجا هی اعلامیه بکنن. تازه ما به اونجا رسیدیم اپوزیسیون میگه که بگیم با توی صفحات مجازی یا توی سایدهای مجازی بگیم که جمهوری اسلامی ما مخالفشیم یا موافقشیم. یعنی 40 سال شما نمیدونید که ملت ایران موافق جمهوری اسلامی هستن. این چی اصلا؟ من الان اعلام بکنم آقا اینجا نخه جمهوری اسلامی نمیخوام، چی میشه این؟ به کی باید نشون بدی؟ خود ملت معلومه که تظاهرات 40 سال ملت ایران داره تظاهرات میکنه، معلومه که جمهوری اسلامی نمیخواد. اون روز اول هم علیکیه و جمهوری اسلامی آری یا نه دیگه، چویسی دیگه مرد نداشت که، فقط گفت آری یا نه. اینا روی غالطاگیری، رو دروغ اومدن اصلا سلطنت بکنن. به خصوص خمینی که اومد توی قبرستان برای مرده ها صحبت کرد، با دروغ و ریا اینا اومدن سر کار. همه تون دیگه میشناسین این دولتو، ولی ملت ما باعث یه جرأت یک قدم تا پیروزی رو بذارن، مثل ونزوئلا بیان بیرون. همه ببین 50% جوانای ایران چیان؟ همه تحصیل کرده، همه جوانن. نسل ما مثلا 50% 55% جوانن. خب وقتی 10 میلیون آدم سراسر ایران، هر جای 2 میلیون 3 میلیون، تهران 10 میلیون، بیفتیم بیرون میسه ای الان بیشه دیگه. ونزوئلا چه دیگه، یک هفته دیگه، 2 هفته دیگه پیروز میشه. ما کسی رو نداریم تازه جرات بکنه الان بگه آقا من رئیس جمهور اونجا، من رهبریت به دست میگیرم. شما دیدین 40 سال اپوزیسیون ها کدوم گفتن ما رهبریم؟ کدوم گفتن آقا ما رهبریت میکنیم، شما رو میبریم به اون آزادی که میخواین؟ کی گفت تا حالا؟ اپوزیسیون ما میترسه این حرف بزنه. ونزوئلا آمده اپوزیسیونش اومد گفت آقا من رئیس جمهور میشم، میخوام رئیس جمهور شما بشم. مردم قبول دارین؟ همه گفتن آره. آمریکا گفت، تایید کرد، اتحادیه اروپا تایید کرد. اینجا کدوم ما داریم بگن که آقا من رهبریت به دست میگیرم؟ هیچ کس رو نداریم. یا میترسن یا جرأتش ندارن یا با هم اختلاف داریم، دوست نداریم. شما شکر کنید توی ونزوئلا ببین هیچ کس با هم اینجور اپوزیسیون‌ها اینقدر مثل ایران با هم گیر می دارن، اینقدر ما گیریم. این اون قبول نداره، اوکی رو قبول نداره، اوکی حرف اون قبول نداره، اوکی حرف اون رد میکنه، اوکی میگه این یکی بده. 40 سال گذشت، 40 سال گذشت، نسل به قول منوک نسل پاسارگادی اومده، جوانای پاسارگادی اومدن جلو. 40 سال این نسل گذشت، میخوایم 40 سال دیگه باشیم این نسلم بگذره؟
من هیچ تکلیفی تعیین نمی کنم. من اینجا نمیگم که آقا تو بیا بیرون فلان بگو، نه. ولی معمولا اگه یک میخواین شما از یک رژیم غاصبی که دزده، شما هم دارین میبینین 40 سال داره دزدی میکنه، میخواین سرنگون بکنین، یک قدم باید بذارین بیرون، یک قدم تا پیروزی. بیاین بیرون، همه بیاین بیرون، بدونی که جایی رو بشکنیم، بدونی که تظاهرات خشن بشه، میلیونی فقط بیاین بیرون اعتراض بکنین. همه دنیا اون رهبرم که بیاد بگه آقا من بله رهبریت قبول میکنم، در جا آمریکا فردا میگه آقا تو رو قبول داریم، اتحادیه اروپا میگه بله تو رئیس جمهور، یا نمیدونم آی موقت، اینم رئیس جمهور نیست که الان این مدر آوردن خوان آوردن که بگن آقا تو بله تو رئیس جمهور دائمی، نه، رئیس جمهور موقته که تا مردم وقتی سر سامون بگیری یه دونه رفراندوم میذارن، رئیس جمهورشون انتخاب میکنن، هر کسی یه مردم میخوان انتخاب بکنن. ما همین جرأت هم نداریم که یه اپوزیسیون ما بیاد بگه، یه نفر بگه آقا من رئیس جمهوری، من رهبریت میکنم. بدبختی ما اینه که ما همه همدیگه رو قبول نداریم. خدا رو شکر که من عضو هیچ اپوزیسیونی نیستم. من اینجا کلام خدا رو میگم. کلگبم چون گذاشتم این چند تا صحبتم 20 دقیقه اول صحبت میکنم، 25 دقیقه به خاطر اینکه درد دل مردم دارم صحبت میکنم. درد دلی است که دو نفر مثلا 4 نفر میشینن با هم صحبت میکنن. گرفتاری های روزمره. ولی ما دلم من میخواست این رژیم سرنگون بشه، چون ملت ما آزاد بشه، نه ملت ما در اسیر و در اسارت بمونه. همینجوری 40 سال ملت ما رو، این جوونا رو، همه رو بیرون ریخته. الان 100 نفر ایرانی 36 نفر میگن، آماری که گرفتن 36 نفر میخوان بیان بیرون. چرا آخه؟ ونزوئلا هم همونجوری بود، 50% آدم ها میخواستن برن بیرون. الان که وقتی اومدن هم بیرون، دیگه فکر نکنم کسی بخواد بره بیرون، میاد کشور خودش میگیره، کشوری که نفت خیزه، کشوری که کل پول داره، ولی مافیای ونزوئلایی نمیذاره که اینا پیروز بشن، ولی دارن پیروز میشن. ما هم باید همین کار بکنیم، مافیای آخوندی رو بیندازیم بیرون، بزنن تو سر ما با این مذهب عصر حجری خودشون، هی میزنن تو سر ما، ما هی میمونیم. اسلام در خطر است. کدوم اسلام؟ کدوم اسلام؟ اسلامی که میخواد من تمام زندگیم نابود بشه؟ اسلامی که به زن هیچ آزادی نمیده؟ به زن آزادی نمیده، بعدن به زن میاد میگه که تو بیار رئیس جمهور انتخاب کن. زنی که اختیار زندگی خودش نداره، حتی نمیتونه روسری نمیخواد بیزاره، این یه آزادی هم نداره. چجوری باید بیاد برات انتخاب بکنه که وقتی آزادی خودش بدن خودش نداره بیاد مثلا برات رئیس جمهور انتخاب بکنه، رئیس مجلس انتخاب بکنه برات؟ به هر حال به نظر من دارم چیزی که تجربه کردم، چیزی که میبینم، چیزی که زندگی منو به عقب میبره، سعی میکنم درس بگیرم که اونو بندازم کنار. هر چیزی که میخواد زندگی من نابود بکنه. حالا بریم یک سرودی گوش بدیم، برگردیم به شما. حضور تو همچون نسیم میبرد مرا به عمق تازه از حضور، میکشد مرا حضور تو چون نسیم می
مرا به عمق تازه از حضور میکشم، مرا حضور تو میبرد، مرا حضور تو مرا. پرساز وجودم را، پرساز از حضورم، پرساز وجودم را، پرساز از حضورم. وجودم دست توست، قلبم سرمست توست، مرا آماده کن، به روحت تازه کن. وجودم دست توست، قلبم سرمست توست، مرا آماده کن، به روحت تازه کن. روح خدا یه لمس تازه کن، آنتایم پاره کن، برای آتشم مرا آماده کن. یه لمس تازه کن، آنتایم پاره کن، برای آتشم جاری شد در ما. روح القدس جاری شد در ما. یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشم مرا آماده کن. یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشم مرا آماده کن. یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشم مرا آماده کن. جاری شد در ما. روح القدس جاری شد در ما. با درود دوباره به ملت عزیز ایران، می‌ذارم که تا اینجای برنامه بالاخره هم گوش کردین، هم بهتون خوش گذشته باشه. مرسی که با ما نگاه میکن. خب داشتیم میگفتیم مسئله ما اینه که بایستی یک بارم شده در زندگی ما بشینیم خودمانو بسنجیم، واقعا ببینیم که کجا هستیم. این دینو باید بشناسیم. بعدش هم دین اینا رژیم اریمنی هستن که دشمن انسانیتن و سرچشمه اینا هم که دینی است که 1400 سال بر مردم داره حکومت میکنه و ضربه داره میزنه. دینی که مال خدا باشه، از خدا صحبت بکنه، محبت خدا رو به مردم آشنا بکنه خوبه، ولی نمیکنه. ولی من امروز میخوام از اول یوحنا که میگه محبت در عمل، یعنی ما محبت از خدا میگیریم و در محبت به انسان ها میکنیم و محبت با عمل.
نه اینکه من حرف بزنم عملی از من صادر نشه، چیزی از من صادر نشه، هیچ فایده ای نداره، نه کمک مالی، نه کمک معنوی، نه کمک فیزیکلی به قول اینجا. یا اول قرنتیان آیه 13 ببین چی میگه. اول قرنتیان 13 میگه کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمیبرد، مغرور نیست، هیچگاه خود ستایی نمی کند. ما شما تمام این 40 سال میبینید که تمام این رژیم، کل این رژیم فقط خودستایی میکنن، فقط مغرورن، خودستایی از خودشون میکنن، از دینی که بر مردم دارن ظلم میکنن، دینی که میزنه تو سر مردم، میکشه مردمو، با اون دین خودستایی میکنن و میگن ما بهترینیم. اگه دین خدا باشه که نمیره مردم رو بکشه، اگه دین خدا باشه که نمیره به توریستایی که زن بچه این مردم رو با اسلحه ترور میکنن، میکشن، بمب به خودشون میبندن، که نمیگه این کار بکنه. که خدا کجا میگه این کار بکن؟ خدا میگه محبت بکن، چون خدا داره ما رو محبت میکنه. خدا همه ای ما رو فرزندان خود خوان، میگه شما فرزندان منی. مگه هیچ پدری میاد فرزند خودش بمب بذاره بکشه؟ یا به اون فرزند دیگرش بگه برو اون فرزند تو بکش؟ میگه ببینید خدای پدر چقدر ما را دوست میدارد که ما را فرزندان خود خوانده است. خداوند ما را فرزندان خود خواند. همینطور نیز هستیم، واقعا ما فرزند خداوندیم، همه ما فرزند خداوندیم. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاریم، امروز همه شما فرزندان خداوندیم. اما مردم دنیا این مطلب را درک نمی کنند، به خصوص این رژیم ما، به خصوص این آخونده، درک صحیح از خداوند ندارن، خدا را نمی شناسن اینا. اگر خدا را می شناختن که این اعمال نمی کردن که مردم رو سرنگون کنن، مردم بکشن، جنایت بکنن، شادیاتون از بین ببرن، دشمن شادی ها باشن. میگه اما اکنون حقیقتا فرزند خدا هستیم ما، گرچه هنوز نمیدانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را یقین میدانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد. عیسی مسیح کی بود؟ عیسی مسیح به خاطری که به من و تو محبت بکنه، فیضش اینقدر زیاد بود که تا جای صلیبم به جانش خرید، روی صلیب رفت به خاطر گناهان من و تو، برای بشریت. اینه میگن یک رهبر، لیدر خوب که جانشو برای تو میده، حرف نمیزنه، عمل داره میکنه، حرفی که میزنه عملم میکنه. حرف زد، تعلیم داد، معجزه کرد، مریضش شفا داد، کورا رو بینا کرد، شلان لنگان و عمرو شفا داد، عملم کرد، خودشم تا روی صلیب رفت، مرد، بعد از 3 روز زنده شد. و باز میاد که ما رو ببره آسمان، باز میاد وقتی ظهور بکنه، زمان آخر برسی، عیسی مسیح میاد، همه ای ما که به عیسی مسیح ایمان داریم، اگر هم زنده ایم، با همین جسم ما رو میبره. چون او همان گونه که هست خواهیم دید. هر که به این حقیقت ایمان دارد میکوشد تا پاک بماند، زیرا که مسیح نیز پاک بود. مسیح هم انسان بود، هم خداوند بود. چون برای اینکه در جسم انسانی اومد که من و تو انسان نگیم فردا ما درد داریم، خدای تو از دردهای ما آگاه نیستی. نه، عیسی مسیح اومد هم درد تو کشید، هم معجزه کرد، هم تعلیم داد، هم عمل کرد.
ایمان با عمل یا محبت با عمل یعنی این. کسی حرفی که میزنه روی حرفش میمونه، کسی تعلیمی که میده طبق اون تعلیم جلو میره، تا جان خودش هم برای رفیقاش، برای عزیزان خودش میده. میگه هرگاه گناه میکند احکام خدا را میشکند، هر که گناه میکند احکام خدا را میشکند، زیرا گناه چیزی نیست جز شکستن احکام خدا و رفتار کردن برخلاف خواست او. یعنی خدا هرچی به ما میگه، اینی که پدر مادر هرچی به ما میگه، ما بر ضد اون پدر مادر عمل بکنیم. هرچی که پدر مادر ما میگه، ما برعکس عمل بکنیم. پدر مادر که نمیخواد تو رای کج بری، پدر مادر که نمیخواد زندگی خراب بشه، راهنمایی هایی که میکنه به خاطر زندگی درست زندگی کردن و شاد بودن در زندگی و موفق بودن در زندگی داره تو رو تعلیم میده. خدا هم همینه، اینی خانواده رو میمونه خدا. ما چرا اینقدر دور میریم؟ همیشه خدا رو در دور میبینیم. خدا در دورها نیست، خدا در قلب تو، خدا در وجود توه. اگه خدا رو بشناسی میتونی با خدا زندگی بکنی، راهنمایی بگیری از خداوند. اما میدانید که مسیح انسان شد تا بتواند گناهان ما رو پاک سازد، و این را نیز میدانی که او کاملا پاک و بیگناه بود، چون هرگز کاری برخلاف خواست خدا انجام نداد. هرچی خدای پدر بهش گفت همون انجام داد و پاک بی گناه اومد و تعلیم داد، معجزه کرد، جان خودش هم داد برای ما. تا گناهان من تو امروز شریعتی که ما داریم، هی به این امامزاده، به اون امامزاده، به این مرده، به اون مرده، به این دعا نویس، به اون دعا نویس بریم، عیسی مسیح میگه نرو پیش این و اون، یه سره به عیسی مسیح دعا بکن. اینی که مثل دوتا رفیق هم با هم صحبت میکنن، تو هم با خدا همینجوری صحبت بکن. من میرم درد دلم با رفیقم میگم، همینجوری بیا درد دل تو به خدا بگو، خدا تو رو میشنوه. این رژیمی که اومده خدا رو از ما دور کرده و فکر میکنیم که با تکه زدن بر چوب و چلک و با نمیدونم مرده و که حاجت ما رو بگیریم، در صورتی که این نیست. خدا عاشق انسان است. اگر عاشق انسان نبود که انسانو به وجود نمی آورد، به من نمی گفت که انسان شبیه خودم آفریدم. خدای پر از محبت عاشق ما انسان است. میخواد ما انسان ها درست زندگی بکنیم، میخواد ما انسان ها موفق باشیم در زندگی. ولی این رژیم اهریمنی اومد 40 سال مردم اینقدر بیزار کرد از خدا و از همه چیز، دور کرد. رژیمی که مال شیطانه، مرکزیتش هم میدونی اون دینه. امروز هموطن من وقتی میشنوی ناراحت نشو، برو کتابتو بخون، برو اون دینو بشناس، حداقل برو بشناس، بعد گردن رگ گردن تو بزنه بیرون. پس اگر همواره با مسیح رابطه نزدیک داشته باشیم، در گناه زندگی نخواهیم کرد. چون اگر واقعا عیسی مسیح رو بشناسی، این کتاب انجیل روانشناسیه، روانکاویه. وقتی یک هر شب یک خطشو بخونی، اینی که یک روانشناس داره بهت صحبت میکنه. دین که نیست که بگیم دین آقا بده. من هر وقت به هر کی انجیل میدم میگم من اینو برای دین به تو نمیدم، اینی میدم که تو بخونی زندگی عوض بشه، اینی بخونی که تا آرامش داشته باشی، تا روانت پاک بشه. نه اینکه مثلا دینی که به آقا بگو که اونجا اگه یه نفر حرف تو گوش نده سرشو بزن، گردنشو بزن، یا برو خودت بوم بذار بگو الله و اکبر برو بمیر. نمیشه همچی چیزی که
فرزندان عزیزم، مراقب باشید کسی شما را در این مورد فریب ندهد. هر که اعمال نیکو راست انجام میدهد به این علت است که درستکار و نیک است. همان گونه که مسیح نیک و درستکار بود، اما کسی که در گناه به سر میبرد نشان میدهد که فرزند شیطان است. مثل یا بعضی آخوندها، البته همه آخوندها را نمیشه جمع بست، ولی بیشترشون اینجوری هست. بیشتر اینایی که الان تو رژیمن در گناه و در جنایت و در زنا و در دزدی و همه چی دارن زندگی میکنن، خب معلومه که فرزند شیطانن اینا. وقتی کسی که بخواد تو رو نابود بکنه، خدا نمیخواد تو رو نابود بکنه، خدا هیچ وقت نمیخواد زندگیت از بین بره. بس کسی که میاد از خدا نیست، از شیطانه، از شریره. یعنی شیطان و شریر بر اون حکم فرماست، نه خدا. اگه خدا بر آدم حکم فرما باشه، اینقدر بهت محبت میکنه، زندگیش اینقدر نمونه است که تو وقتی اونو میبینی خودت عوض میشی اصلا کلا. اما کسی که در گناه به سر میبرن نشان میداد که فرزند شیطان است، زیرا شیطان از همون ابتدا که خود را به گناه آلوده تا به حال گناه میکند، اما فرزند خدا آمد تا اعمال شیطان را باطل سازد. عیسی مسیح اومد که تمامی افکار شیطان، اعمال شیطان باطل بکنه و روی صلیب رفت و سر شیطان هم کوبون، به خاطر که من و تو پیروز باشیم امروز. امروز سربلند باشیم. امروز به نام عیسی مسیح ما بتونیم زندگی های ما عوض بشه، آدمی باشیم که هر کسی ما رو ببینه بگه عجب آدم خوبیه. خوبی محبت از خداست. وقتی تو میای به این خدای حقیقی وصل میشی، میتونی مثل خدا عمل بکنی. همونجوری که عیسی مسیح میگه کسی که به من ایمان آورده میتونه بزرگتر از من، بیشتر از من عمل بکنه. منتها باور و اعتماد میخواد. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری، باور و اعتمادت باید 100% به اون باشی که وقتی دعا میکنی به نام عیسی مسیح کسی شفا پیدا بکنه، بایستی شفا پیدا بکنه. نه اینکه الان من میگم به نام عیسی مسیح دعا میکنم ببینم آیا شفا پیدا میکنه. نه، این مسیحی نیست. این هنوز اعتماد نداره، ایمان نداره به خداوند. کسی که دست گذاشت روی مریض، باعث بگه به نام عیسی مسیح مرض شفا پیدا بکنه، باعث شفا پیدا بکنه. نه اینکه مثلا بگه ایشالله ماشالله من دعا میکنم اگه یه چیزی بشه بشه. این دعا نیست اصلا. هر که به خانواده خدا معلق می شود فرزند خدا می گردد، به رای گناه نمی رود، زیرا او از طبیعت و حیات الهی برخوردار می شود. بنابراین دیگر نمی توان گناه کند، زیرا در او زندگی تازه شکل گرفته. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری، اون کسی که الان داره زنا می کنه، وقتی به عیسی مسیح ایمان میاره دیگه نمیره زنا بکنه، دیگه نمیره آدم بکشه، دیگه نمیره سر کسی رو کلا بذاره، دیگه نمیره زیر پای کسی رو خالی بکنه، دیگه نابودی کسی رو نمیخواد، بلکه محبت میکنه و موفقیت آدم ها رو میخواد. وقتی این قلبو داشته باشی، میتونی اینی که قلب خدا رو داری، چون خدا میخواد ما زندگی در زندگی شاد باشیم، در زندگی نمیدونم موفق باشیم. خدا بهت نمیگه تو سرت بزن، خدا نمیگه بیا غمه بزن، خدا نمیگه بیا زنجیر بزن، خودت تیک پاره بکن. نه، خدا میگه با فرزندم با شادی بیا پیش من، بذار من تو رو شاد ببینم، همیشه تو رو موفق در زندگیت ببینم. امروز دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح، هر کسی که مریضی داره، هر کسی که حقیقتا در زندگی گرفتاری داره، به نام عیسی مسیح امروز گرفتاریش حل بشه، به مریضیش شفا پیدا بکنه. این شروع باشه که فیض خدا رو بچشه تا حقیقتا عیسی مسیح رو بشناسه. از خداوندم عیسی مسیح میخوام که امروز به فیض خودش، امروز به فیض خودش
مریضی های تو رو شفا بده تا حقیقتا این یک شروعی تازه در زندگیت باشه، تا بتونی حقیقتا خدای حقیقی رو بشناسی. دیگه به این امامزاده ها، دیگه به این چوبها، به این مرده ها دست راز نکنی برای شفاعت، دست راز نکنی برای کمک، بلکه به اون خدایی که تو را آفریده و خدایی که عاشق توه و عاشق انسان هاست، امروز اون خدا رو بشناسی و با اون خدا زندگی بکنی. میگه ما محبت واقعی را از مسیح آموختیم، زیرا او جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما نیز حاضر باشیم جان خود را در راه همنوعان خود فدا کنیم. اما کسی ادعای مسیحیت میکند و از نظر مالی در وضعیت خوبی بسر میبرد، اگر همنوع خود را در احتیاج میبیند و به او کمک نکند، چگونه ممکن است محبت خدا در قلب او باشد یا محبت خدا در قلب او حکم فرما باشد؟ وقتی من همنوعی من میبینم که احتیاج داره امروز به من که من کمکی براش بکنم، اگه کمک نکنم چجوری میتونم ابراز بکنم که من محبت خدا رو دارم؟ محبت خدا اینه که همنوع تو بایستی دستش بگیری اگه ضعیفه، اگه کاری از دستش برمیاد باید انجام بدی برای هموطنت. امروز بیایم دست به دست هم بدیم، امروز از این بیتفاوتی بیایم بیرون، اتحاد به خرج بدیم تا یک قدم، تا پیروزی رو انجام بدیم. میلیون‌ها آدم بیایم بیرون تا پیروزی خداوند به ما هدیه بده. ایمان دارم که خدا میخواد ما پیروز زندگی بکنیم. ایمان دارم که خداوند سالی است که این رژیم رو نابود میکنه و این رژیم سرنگون هست. همین شما حداقل ونزوئلا رو نگاه بکنید، مردم ونزوئلا دیدی با چی شور اشتیاق اومدن از این بدبختی و بیچارگی بیان بیرون. بس امروز دعا میکنیم به نام عیسی مسیح، همه با هم متحد میشیم به نام پرجلال عیسی مسیح، بخصوص اونایی که تو ایرانن، مسیحین و مسیح رو میشناسن. امروز هموطن من که به مسیح ایمان آوردی در ایران، دعای تو حقیقتا لرزه بر بدن شریر و شیطان میندازه، لرزه بر اندام هر شیطان و شریری که میخواد اونجا کار بکنه میندازه. امروز وظیفت خیلی زیادتر از آن چیزی است که قبلا بودی. امروز با هم متحدن دعا میکنیم به نام عیسی مسیح ناصری که همه ما در امسال با خداوند ما هم پیمان میشیم که پیروزی رو خداوند به ما هدیه بده. دوستتون دارم، امیدوارم که امسال، امیدوارم، ایمان دارم که سال پیروزی ملت ایران خوب و سربلند باشین. پاینده ایران و ایرانی. تا هفته دیگر بدرود، تا درودی دیگر. مرسی که ما گوش دادیم.